اعدام یک روحانی شیعه به نام آیتالله نمر با قرن نمر را می توان یکی از ظالمانه ترین جنایت های آل سعود در نیم قرن گذشته نامید. این روحانی شیعه که تنها جرمش دفاع از حقوق شهروندان عربستان به خصوص شیعیان در برابر حکومت آل سعود و انتقاد از رفتارهای ضد انسانی این حکومت بود هفت سال پیش با استفاده از شمشیر اعدام و سر از بدنش جدا شد و به درجه رفیع شهادت نائل گشت حورا عبدالمجید گزارش می دهد فعالان مدنی و معارضان حکومت عربستان اعلام کردند که هفتمین سالگرد شهادت آیت الله شیخ نمر باقر روحانی شیعه این کشور را با شعار شهید کرامت گرامی می‌دارند. به همین مناسبت برنامه هایی از اواخر دسامبر 2022 آغاز و تا دهم ده ژانویه 2023 در تعدادی از کشورها برگزار می شود. مخالفان آل سعود در بیانیه ای درباره اهمیت این شعار اعلام کردند که هدف آن معرفی شهید شیخ نمر است. در این بیانیه آمده، کرامت یک حق عالی انسانی است که هیچکس حق ندارد آن را سلب کند شیخ شهید همیشه در سخنان خود بین عزت و شهادت پیوند برقرار می کرد و معتقد بود که سرانجام به شهادت خواهد رسید در این بیانیه به شرایط ناگواری که منطقه در نتیجه سیاست ناعادلانه محمد بن سلمان از سر میگذراند و سرکوب دستگیری کشتار محو هویت و ضربه به نظام ارزشهای دینی و اجتماعی حکومت عربستان در کنار حمله به کشورهای همسایه اشاره شده است در ادامه این بیانیه آمده این شعار یادآور جنایت اعدامی است که حکومت سعودی دوم ژانویه 2016 مرتکب شد و مخاطب آن کسانی هستند که به فکر میهن خود و آینده فرزندان خود در عربستان هستند و برای همه کسانی که در درجه اول خشنودی خداوند متعال را میطلبند کسب عزت مستلزم مطالبه حقوق مشروع از جمله آزادی، بگابگی و عدالت است که رژیم سعودی آنها را نقض کرده است. هورا عبدالمجید اخبارشیه